بنوم خالق و بیاد مخلوق عمتنان عزیز شما میدانید که در افغانستان مثل تمام کشورها کرونا یک فاجعه بود فاجعه در افغانستان بیشتر از کشورهای دیگر است به خاطر که فاجعه اقتصادی فاجعه صحی فاجعه انسانی به خاطر که در کشورهای دیگر حداقل یک حکومت است یک دولت است اما در کشور ما دولت به معنای علمی مسلکی وجود ندارد افغان ها پیش از کرونا 90% نیاز به کمک های عاجل بشری داشتن اما طور که به اصطلاح رئیس جمهورشان غین خودش اعتراف میکنه که 90% مردم افغانستان به نان خشک نیاز دارد اگر به جای ای کسی دیگر می بود باید خودکشی میکرد که در 6 سال حکومتش یا قبل از او کرزی و قبل از او جهادیا و طالبا و کمونیستا و شاهی مشروطه و جمهوریت داوود خان کل اینا کشور متاسفانه در حالتی آوردن که همیشه مردم افغانستان بیش از 70% فقیر است. اما کرونا فاجعه را بیشتر کرد چون کاری بخور نمیری که بعضی ها داشتن ماشی بخور نمیر از دست داد. مردم بسیار غریب است اما کمک ها هم مشکل است. بخاطر کمک ها مشکل است که یک خطر جانی داره یک مرض ساری است. من خودم میتونم جان خود به خطر بندازم اما جانی افرادی که کمک میکنیم جان افراد فامیل خود حق ندارم که به خطر بندازم با توجه به این شرایط سخت کمک ها را توضیح میکنیم شرایط دیده توضیح میکنیم گرفتن کمک از بانک از سرای شاهزاده خودش خطر داره متاعی را مبوده میگیریم در توکل به خدا میکنیم این کمک ها را میگیریم و باش دیدن شرایط توضیح میکنیم در پشت خانه ای وقت نداریم کمک در پشت خانه ای وقت نداریم شما میایین کمک نمیتونیم شما هم جگر خون میشین ناامید میشوین من هم جگر خون میشم و غمگین میشم هموطنان عزیز دیگر از طریق فیسبوک درخواست کمک نکنین از طریق ایمیل درخواست کمک نکنید حتی از کشورهای خارج درخواست کمک میکنند امکانات ما امکانات افغانای وطن دوست ماست که جمع میکنند 100 دلار 200 دلار 300 دلار روان میکنند این کمک های کدام حکومت و دولت و نهادهای بین المللی و اینجوها و موسسا و امثال هم نیست اون کمک ها رو ما رد کردیم حتی کمک هایی که از طریق تاجرای بزرگ با ما پیشنهاد شده بودن ما رد کردیم بخاطر که ما میخواییم پولی واقعا حلال پولی مردم به مردم برسد و ما یک وسیله شویم بین مردم افغانستان گران هوادوال و کرونا یا سخت ناروغی ده په نړۍ کې یو په ځانګړي تو په افغانستان کې څنګه چې په نور هیوادونو یو دولت شته اما په افغانستان کې د علمي په معنا په بنسټ دولت دلته نشته حکومت دلته نشته پارلمان دلته نشته هغه خلکو چې په قدرت کې دي حتی د کرونا د ناروغي دپاره چې نړیوالو نهادونو مرسته کړې وو د هغوی هم غلا کړې وو ډېر افغانانو بېکاره ده بېکاره او فقیر بېوزله ده د افغانستان مدرن تاریخ چې موږ ولولو یو پسله هر شی لري او نه نوې پسله ولوس هېڅ شی نه لري که د جمهوریت په دوره وو که د شاهي په دوره وو که د دیموکراتیک خلق په دوره وو که د امارت په دوره وو که د جمهوریت د جهادي په دوره وو او که د دیموکراسي په دوره ده یو پسلو افغانانو د هر قوم و مذهب و دین و ژبې تنظیم چې ده دوی لاند کروزر لري مانۍ لري دوی بادیګاردونه لري دوی ډالري حسابونه لري دوی پلو چلو لري اما عادي افغانانو د هر قوم مذهب و ژبې تنظیم چې ده دوی بیوزل خلکو ده او د کرونا د ناروغي چې راغی هغه خلکو چې یو عادي کار درلو یو شپږزره وزر افغاني کار کول هغه هم د لاسه ورکړ په بده مرغه د دې دپاره دې چې ځینې افغانانو چې مرسته لیږي موږ دا مرستې ویشو اما ډېر ستونزه ده ځکه چې دا یو خطرناکه ناروغي ده یو ساري ناروغي ده او پیسې په خپله د ناروغي انتقالوي دا یو خطر د ما دپاره ده د هغه سره چې د هغه سره مرسته کوو د هغه دپاره ده د دې دپاره دي چې موږ ډېر احتیاط کوو د تاسو مرسته هرومرو ویشو اما دا شرایط ګور ویشو ویډیوګانو چې خپره کیږي د ما فیسبوک تعقیب وکړئ هموطنان عزیز کمک ها حتما توضیح می شود به تدریج شرایط دیده و ویدیوهایشی مثل که در 11 سال ما از پول شما کمک میکنیم و در 16 سال از پول خود وقتی وزیر بودیم وقتی وکیل هستیم کمک میکنیم ویدیوهای کمک های شما حتما برای شفافیت و حساب دهی گذاشته می شود تشکر از فهم و درک شما دیر مننه چی تاسی پوهیجه در شرایط او در شرایط گوره او در افغانستان در ولوس بیوزر خلق در مرست لیجه او موش هم در شرایط گورو در مرست می شود تشکر مننه کمک هایی که تازه میکنیم از آقای نایت الله از آمریکاست
هزار دلار آمریکا ایران کرده بود 76 هزار افغانی میشه دیشاغل این آیت الله چی در آمریکا نه برستل جلی و زر دلار آمریکایی دلار شپاج و یازار افغانی کجی مرست پیلو افراد مستحق هستن و هر کدامشان 30 هزار افغانی کمک میکنن دره دره زر افغانی در هر یو سر مرستی که و بیوازلو او مستحق خلق کده Yeah.